کوچ اجباری اندرابی ها از سوی طالبان در بغلان، عرضه مدل جدیدی از موترهای برقی به بازار از سوی کادیلاک، اشتباه جالب جورج بوش، حمله به عراق وحشیانه بود، ببخشید منظور اوکراین بود، حملات زمینی و هوایی گسترده طالبان بالای جبهات مقاومت در پنجشیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. منابع محلی در ولایت بغلان میگویند که طالبان 27 خانواده را در روستای انامک، باغدره و تقانک ولسوالی پلحصار اندراب کوچ اجباری دادند. منابع 28 سور به روزنامه 8 صبح میگویند که این خانواده ها به دستور طالبان خانه هایشان را ترک کردند. و گفته این منابع، آنان صرف توانستند لباس ها و اندک مواد غذایی با خود ببرند. منابع می افزایند که طالبان به آنان هشدار دادند که حق زندگی در نو ولایت شمال را نیز ندارند. کادیلاک قصد دارد مدل جدیدی از موترهای برقی تیزرفتار را تولید کند و لرک نام دارد. کادیلاک پنجشنبه 19 می جزئیاتی را در مورد موتر تیزرفتار برقی نو جدید و ویژگی‌های آن نشر کرد. قیمت این موتر $62,990 در نظر گرفته شده است. کادیلاک سفارش برای دو مدل این موترهای برقی را سر از هفته آینده می‌پذیرد. جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا در جریان یک سخنرانی اوکراین با عراق را اشتباه گرفت و گفت که حمله به عراق غیر قابل توجیه و وحشیانه بود. او در ادامه اشتباه خود را اصلاح کرد و گفت ببخشید منظور اوکراین بود. بوش در اقدام فاجعه‌بار در سال 2003 به عراق حمله نظامی کرد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا که با دلایل واهی در سال 2003 به عراق حمله کرد و موجب مرگ هزاران نفر شد، روز چهارشنبه 28 سور در جریان یک سخنرانی در دالاس آمریکا اوکراین و عراق را اشتباه گرفت و گفت که حمله به عراق غیر قابل توجیه و وحشیانه بود. رویترز گزارش داده است که آقای بوش در سخنرانی خود در حال انتقاد از نظام سیاسی روسیه قبل از آن که جمله خود را اصلاح کند و اثرش را تکان دهد گفت نتیجه عدم کنترل و تعادل در روسیه و تصمیم مرد برای آغاز یک حمله کاملا غیر قابل توجیه و وحشیانه به عراق است. بوش سپس متوجه اشتباه خود شد و ادامه داد منظور اوکراین بود. و در پایان آریا پرس نگاشته است آمادگی طالبان برای آغاز تهاجم جدید به پایگاه های مقاومت در پنجشیر. منابع از پنجشیر با آریا پرس می گویند که طالبان عصر دیروز مصروف جابجایی نیروهای تازه نفس در پنجشیر بوده و از صبح امروز چرخبال های وزارت دفاع که اینک در اختیار گروه طالبان قرار دارد در آسمان آن ولایت پیوسته در حال پرواز دیده می شوند. منابع گزارش می‌دهند که تعداد قابل توجه نیروهای تازه نفس طالبان که دیشب به پنجشیر منتقل شدند، اکنون یک عده‌شان در دهکده تاواخ قرارگاه افراز کرده و در مساجد و ساختمان‌های دولتی مستقر شدند. به قول منابع، چرخبال‌ها نیروهای طالبان را از استادیوم ورزشی پنجشیر به ارتفاعات آبدره و فراج انتقال می‌دهند. گفتنی است که در جریان تهاجم بزرگ طالبان در روزهای گذشته تلفات جدی به این گروه وارد شده و چند تن از فرماندهان ارشد آنها نیز به دست نیروهای مقاومت کشته شدند. آگاهان به این باورند که تحرک نظامی امروز طالبان تلاش دیگر است برای پایان دادن به مقاومت در آستانه برگزاری جرگه و در واکنش به همایش سران گروه های مخالف طالبان در شهر انقره کشور ترکیه. سیام نایاب نگاشته است یک چریک مقاومت از پنجشیر. چرخبال های طالبان از بامداد امروز بر فراز کوه آرزو گشت زنی را آغاز کردند. همچنان نیروهای زیاد وارد شهرستان شتل شدند. به احتمال زیاد پلان دارند عملیات گسترده دیگری را از زمین و هوا بالای ما آغاز کنند. سیام نایاب همچنان نگاشته است دوستانی که نگران سلامتی اسیب پنجشیری هستند، او کاملا صحتمند و سالم است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر بدرود.